اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد على اهل بيت الطاهرين. خدا به ما توفیق داد ماه رمضان دیگری را پشت سر بگذاریم و به عید فطر برسیم. عنوان ضمن تبریک عید سعید فطر، عنوان سخن امشب من، اولویت های یک مسلمان در جهان کنونی است. این عنوان را هم دوستان پیشنهاد کردند و من هم پذیرفتم. عنوان جالبی به نظر میرسه. البته پیشنهاد دوستانی بود که یک اولویت صرفا گفته شود، اولویت یک مسلمان در جهان کنونی. من درخواست کردم که به نظر میرسه ما اولویت های متعدد داشته باشیم و صرفا با یک اولویت نتونیم پیش بریم، با یک گزینه نباشه. برخی موارد به نظرم رسید، حالا جمعم صمیمانه تر هست، میشه راحت تر صحبت کرد، این که در جهان کنونی به عنوان یک مسلمان چه اولویت هایی ما در پیش رو داریم. اینه که جمعش هم بستیم، یعنی که یک کار نیست، کارهای متعددی ما میباید انجام بده. مهمترینش به نظرم این چیزیست که میخوام عرض بکنم که هیچ دینی بدون هزینه کردن پیشرفت نمیکنه، ترویج نمیشه و پیرو پیدا نمیکنه. اگر میخواهیم اسلام ما یا لااقل اون برداشتی از اسلام که ما آن را صحیح میدانیم در دنیا رواج پیدا کند، در درجه اول میباید برای این امر سرمایه گذاری کنیم و مؤسساتی پیشبینی کنیم که برای ترویج چنین اسلامی اونها کار رو پیش ببرند. یک نمونه به نظرم واقعی و مهمش چیزیست که به نام اسلام در کشورهای اروپایی و آمریکایی امروز داره ترویج میشه. پشت سر اغلب مؤسسات و مساجد پولی است که از طرف سلفه ها و وهابی ها داره پرداخت میشه. بنابراین بسیار طبیعی است که سیمایی که از اسلام در دنیا داره مطرح میشه، چه در محافل دانشگاهی، چه در محافل تحقیقاتی و چه در محافل عمومی، اسلام سلفی خودش رو به نام اسلام اصیل به اسلام اصلی داره مطرح میکنه. برای این امر من مستندات فراوان میتونم پیدا بکنم. یعنی کافیست شما به هر مسجدی تشریف ببرید، داخل مسجد بشین، ببینید امام جماعت اون مسجد چگونه تعیین میشود، از طرف کجا تعیین میشود، هزینه مسجد چه کسی پرداخت میکند، از کجا میآید. صرفا با پرداخت مؤمنان اون منطقه چون امورات نمیچرخیده، بنابراین پولی از خارج میآید و اون پول نوعا یا از عربستان است یا از شیخ بشنهای خلیج فارس است. و تفکر همه اینها هم تفکر سلفی و وهابی است. هم امام جماعت حتی اگر بخواهند از کشورهای مثل مصر و الازهر هم بیارند، برای اینکه کار پیش برود امام جماعت مجاز نیست صحبتی غیر از صحبت بانیان انجام بده، چون تا اون صحبت رو انجام بده بلا فاصله حقوقش قطع میشه و به مأموریتش خاتمه داده میشه. بنابراین طبیعی است که مطلبی که منتشر میکنن و اسلامی رو که ترویج میکنن اسلامی متناسب و با فکر خاص خودشون باشه. خب من به اونها نمیتونم ایراد بگیرم، اما به خودمون میتونم ایراد بگیرم. اونها اون اسلام رو اسلام اصیل میدانن، اسلام درست میدونن. این ما هستیم که به اونها ایراد داریم و میگیم اون چیزی که شما قائل هستید بر کتاب خدا منطبق نیست، بر سنت پیامبر منطبق نیست،
از جانب ما شیعان بر سنت ائمه منطبق نیست الی آخر، یا معقول نیست یا عارفانه نیست یا درست نیست. اگر ما بخواهیم کاری بکنیم، این نیست که اونها رو شماتت کنیم، ما باید دست رو بالا بزنیم و خودمون کاری بکنیم و اون چیزی را که خودمان درست میدانیم در دنیا منتشر کنیم و پیش ببریم. بنابراین اگر اولویتی یا اولین اولویتی که یک مسلمان در دنیای امروز داره، میباید ما مساجدی داشته باشیم که این مساجد صدای سخنگوی اسلام رحمانی باشند و ما کمتر داریم یا اصلا نداریم. این مسئله اصلی ماست. حالا من میخوام روی این نکات بیشتری عرض بکنم. پرسیدم چرا اسلام بنیادگرا پیشرفت داشته؟ وقتی که جوان تازه مسلمان، تعداد افرادی که دارن دینشون رو عوض میکنن قابل توجه و مسلمان میشون، بیش از همه ادیان است. آماری که من دارم اینو نشون میده که اینا بیش از همه دارن مسلمان میشن. این گونه هم نیست که صرفا پیشینه خاورمیانه‌ای داشته باشن، خیلی اروپایی سفید هستن. وقتی هم که مسلمان میشن، اولین چیزی که به نظرشون میرسه ظواهر اسلام رعایت کردنه و کمتر به روح اسلام دسترسی پیدا میکنن. یادم هست من اولین سفری که به بلژیک کرده بودم، چیزی که شب از هتل آمدم توی خیابون یه مقدار قدم زدم، چیزی که جلب توجه من کرد دو امر بود. یکی این اطلاعیه‌هایی که تبلیغاتی که صورت گرفته بود، معلوم بود قاری قرآنی دعوت کردن از مصر که بیاد اونجا قرائت قرآن کنه. خب برام جالب بود که توی این کشوری که اقلیت مسلمانی دارد قاری قرآن شنونده دارد. خب اینش مشکلی نبود. بعد با جوانانی برخورد کردم، قیافه اروپایی، هیچ ربطی به خاورمیانه و کشورهای عرب نشین و کشورهای مسلمان نشین نداشت، اما نحوه لباس پوشیدن عربی، نحوه آرایشمون توی آقایون سبیل‌های کوتاه کرده و ریش‌های بلند، و این نحوه لباس پوشیدن کاملا ارتباط دارد با اون منشأی که اینها اولین بار اسلامشون رو از اونها گرفت و فکر میکردن که مسلمان شدن اولین اثرش میباید توی لباسشون بگذاره و این تأثیر رو داشت. بعد توی این اتفاقاتی که اخیراً افتاد، این ویدیوهایی که منتشر کردن به عنوان داعش و آیسس و امثالهم، خب اینها نقش مهمی توش داشتن. هم تعداد جوانان مسلمان، نو مسلمان اروپایی، استرالیایی، آمریکایی، کانادایی که رفته بودن اونجا و متاسفانه در صف اول هم قرار گرفته بودن برای اعدام کردن کسانی رو که اونها در تعیین میکردن، فکر میکنه کار درستی داره انجام میده. و این همین رو که عرض بنده، اینا تربیت شده همین مساجد هستن، تربیت شده همین مؤسسات هستن. یعنی اگر قرار است ما قدمی برداریم، باید قبل از همه بریم سراغ این مراکز دینی و ببینیم این مراکز دینی رو چگونه پالایش کنیم، چگونه تنظیم بکنیم که به درد اسلام بخوره و به داد اسلام برسه و نه به خلاف اسلامی که ما فکر میکنیم پیش ببره. اخیراً شنیدید دانشجویانه که توی ماه رمضان افطاری داده بود رهبر ایران و اینها سوالی کرده بودند که نظر شما درباره اسلام رحمانی چیست؟ نظر خود بنده جلب شد، یه قسمت رو خوندم و پاسخی که ایشون داده بود، چون خودم یکی از کسانی بودم که برای اولین بار واژه رو به کار برده بودم، ببینم یا اول عصبانی شده بود که چرا اینها از اسلام رحمانی پرسیدن. گفته دیم همون اسلام لیبرال هاست، همون اسلام غرب زده هاست، اینا اصلا با اصل اسلام اشکال دارد. مگر ما میتوانیم با همه رحمانی برخورد کنیم؟ با برخی باید منتقمانه برخورد کرد و همون بسم الله القاسم الجبارین و امثالا. خب 30-40 سال برخورد کردیم، نتیجهش به کجا رسید؟ و اینکه آیا خدا سرش نمیشده که وقتی میخواسته بسم اللهش بگه هم دو تا ریشه رحمت رو گذاشته، نیومده یکی از این مواردی که شما مورد نظرتون هست کنارش بگذاره؟ خب حتما توی قضیه یک راز نهفته بوده که رحمتی وسط کل شه، این رحمت باید همه جا رو فرا بگیره و اسلام
در ریشه خودش باید این گونه باشد. حالا همه اینا برمیگرده به این که متاسفانه کسانی در بین مسلمانان هستند که اسلام رحمانی رو که به نظر ما خود اسلام هست رو اینها غرب زدگی و انحراف میدونن. حالا ما میخواهیم بیاییم و این تفکر رو بر جهان مسلط بکنیم. یکی از کسانی که من اینجا که آمدم بیشتر روشون تأمل کردم یهودیان هستن. میدونید جمعیت یهودیان در دنیا جمعیت بسیار اندکی است. حد می‌زنید چند نفر مثلا یهودی ما در دنیا داشته باشیم؟ 14 حد اکثر حدود 17 میلیون هست. حالا کم یا زیاد در نظر بگیرید. من توی دانشگاهی که هستم وقتی می‌بینم امکاناتی که اینها برخوردارن به لحاظ تعداد کرسی‌هایی که دارن، به لحاظ مؤسسه پژوهشی که دارن، به لحاظ کلاس‌هایی که ارائه می‌کنن به مراتب از اسلام بیشتر. خب اولش یه مقدار برام سنگین بود و ابرازم میکردم، میپرسیدم. یه کسی به من گفت که هر مقدار پول بدی آش میخوری. به همین سادگی، حالا اصطلاح خودمونیش این میشه، گفت که هر کرسی که اینجا تأسیس میشه لزوماً خود دانشگاه هیچ دانشگاهی یا تمامش رو یا همش رو نمیپردازه یا بخشش. میباید اگر در حوزه دین هست بانی به اصطلاح داشته باشه. اگر تو شما 50% رو دادی و نقدم دادی، اون زمان دانشگاه میاد بقیه رو میپردازه، قانونی داره، مقررات خودش. و تو این زمینه یهودیان بیش از دیگران این در این امور شرکت رو کنن. نگاه بکنید جمعیتی که حالا کم و بیش به قول شما از 17 تا 30 در نظر بگیرید، ما چند نفریم توی دنیا؟ 1.8 بیلیون، 1.8 میلیارد مسلمانه. یعنی حسابش بکنید، حسابش چقدر میشود؟ 1 به 1000 هست، 1 به 100 هست. به این اندازه ما بیشتر هستیم. تعداد کرسی هایی که به نام اسلام توی دانشگاه های مختلف دنیا هست برید محاسبه بکنید. و توی دانشگاه اگر شما این موقعیت‌ها رو نداشته باشید، یعنی آینده دست شما نیست، آینده علمی دنیا دست شما نیست. حالا هر مقدار مسجدت، کنیست، کلیسات پر جمعیت باشه، این به جای خودش. مهم اینه که شما توی دانشگاه چه مقدار، توی دانشگاه چه مقدار کرسی دارید. مسیحیان هم هاکزا، اونا هم برای هر کسی، من دیدم هر سالی که اینجا 6 سال هستم، هر سال ببینیم یه چیز داره اضافه میشه، بعد هیچی به اسلام اضافه نمیشه، کم هم میشه. یعنی که بودجه نداریم. من برام سوال میشد او اگه بودجه ندارید برای همه بودجه ندارید؟ بعد گفتن نه، آنچه که اینجا داره پرداخت میشه صرفا از بودجه دانشگاهه، اما اگه یهودی یا مسیحی اینا دارن خودشون پرداخت میکنن، دونیشن میپردازن که یک کرسی برای کلیسای کاتولیک تأسیس شود، یک کرسی برای کلیسای پروتستان، فلان نوع کلیسای پروتستان تأسیس شود، یک کرسی برای این مسیح، این بخش از یهودیت تأسیس شود و تأسیس می شود. بعد چه اتفاقی می افته؟ وقتی کرسی دادی، یعنی این 50% که پرداخت می شود نزد دانشگاه می مونه و از این پولی که از ابتدا پرداخت شده حقوق اون استادی که با موازین دانشگاه استخدام میشه، نه با موازین پرداخت کننده پول، برای همین لول علمی حفظ میشه. اون میگه تو پولو میدی اما هیچ حق دخالت دیگری نداری، صرفا تو میتونی موضوع رو تعیین بکنی. فرض بکنید در این دین یا در این فرهنگ کرسی میخوای، پولش هم پرداخت کردی، اما کی مدرسش باشه، چه شخصی، هیچ کدوم این حق دخالت نداری. برای همین پیشرفت کردن و پیشرفت هم میکنن. مورد دیگری که بنده متوجه شدم خوبه یا دوستانی که الان تشریف دارن بشنوند و به خصوص اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه و توانایی مالی دارن توجه کنن که اولین اولویت یک مسلمان در دنیای معاصر به نظر من تعلیم و تربیت است. از هر امری مهمتر است و از همه چیز مهمتر تعلیم و تربیت بالاترین سطح دانشگاهیه.
حالا نکاتی رو میگم اونش که گفتنی هست که شما به عمق فاجعه پی ببرید. ما فکر میکردیم مثلا وقت فقط مال خودمونه، گفتن خیلی هم مینازیدیم که وقت ما سند وقت داریم، چه اقداماتی صورت گرفته است با این عمق. واقعا هم وقت خیلی چیز خوب. بعد وقتی آمدم دی اینجا دیدم کجا نشسته ای؟ هم مسیحیان وقف دارن، هم یهودیان وقف دارن و چه وقفهای مهمی؟ تمام این کرسی از اوقاف اینها پرداخت میشه. هم وقف عام دارن، هم وقف خاص دارن. وقف خاص یعنی طرف اسمش هم مشخصه، اصلا اسمش رو مینویسه به نام کرسی. لذا شما نگاه کنید فلان آقا ایرانی یا غیر ایرانی، پروفسور فلان دانشگاه، باید حتماً اسم کرسی رو بنویسه. هر جا شرط داشتن این کرسی، هر جا میره خودشو معرفی میکنه، میگه من صاحب کرسی کذا هستم. اون کذا چیست؟ همون واقف خاصی که پول اون کرسی رو داده. یا اگه وقف عامم هست که دیگه نیازی ندارد، عنوان این مطلب فقط مثلا برای مسیحیت بوده یا برای یهودیت پرداخت میشه، اونا آمدن و وقف کردن پیش رفتن. حالا من از شما سوال میکنم، آیا تا کنون سراغ داری یک مسلمانی وقف کرده باشه که یک کرسی در یک دانشگاه نامسلمانی برای تدریس اسلام تأسیس شد؟ یا شیعیانی که خیلی دلشون برای اهل بیت میسوزد، تا حالا آمدن یه همچه کرسی تأسیس بکنن؟ این چیز بسیار قابل توجهه. برای همینه که اون وقت اسلام در موارد دیگه که بنده دنبال کردم، همین تک و توکی که کرسی های اسلامی هم هست نوعاً، حالا اسم نمیبرم، مال همین بخش هایی بود که اول سخنم عرض کردم. یعنی فرض کنید خانواده بن لادن، نه حالا اون شخص خاص، خانواده بسیار متمولی هست، سرمایه گذاری کردن، دارن، مشخص هست، باید هم شفاف باشه، اصلا اینجا چیزی نیست که پنهان باشه، هر پولی از هر جا میاد باید مشخص باشه. فلان شاهزاده سعودی، فلان شاهزاده هر کدوم از خلیج فارس، همه اینها دارن. خب معلومه بالاخره اینگونه نیست که فرض بکنید یک شیعه یا یک مسلمان معتدل سنی امکان داشته باشه از اینجا بیاد بالا. خیلی دشوار تو فرهنگ، حالا از دین به کنار، قبل از انقلاب در چند دانشگاه معتبر دنیا ما کرسی‌های زبان فارسی و ایران شناسی داشتیم. یکی از ضرباتی که زده شده بعد از انقلاب، هم بودجه همه اینها به سلامت قطع شد. حاصلش چی شده؟ یکی از جاهایی که ما میتوانستیم به راحتی تحت نام ادبیات فارسی یا عرفان ایرانی یا حکمت ایرانی دقیقاً تعالیم اسلامی رو پیش ببریم، چون همه متفکرین گذشته ما دیندار بودن، اکثر قریب، حالا همه تمامشون عمر خیام هم داشتیم، اما اکثر قریب به اتفاقشون وقتی میخوندیم، ما یادمون ادبیات فارسی که میخوندیم، متن گلستان بود، حافظ بود، مثنوی بود، عطار بود، همه تو ذهن شما هست، تماماً زیباترین به اصطلاح تعالیم دینی و اسلامی اونجا به راحتی میتونست اینا تدریس بشه. وقتی شما خوشخواندی اینها رو، کسی دنبال دیگه ادبیات فارسی نیست مگر خود اینا بخوان دنبال کنن، و متاسفانه بانی هم بسیار کم داره. حالا تو این زمینه تعداد اندکی از ایرانیان علاقمند به تاریخ و فرهنگ کشورشون اومدن سرمایه گذاری کرد. جالبه تو یکی از دانشگاه‌ها وقف ایرانی آمده وقف کرده، بسیار کار خوبی کرده، صرفاً ادیان ایران باستان، کرسی ادیان ایران باستان، و نه کرسی ادیان، کرسی ادیان ایران باستان. شما در نظر بگیرید، یعنی به خاطر عکس العمل با اتفاقاتی که توی ایران پس از انقلاب افتاده، این میخواد هیچ نام و نشانی از اسلام نباشه. حالا هرچه از میترائیسم باشد، زرتشتیگری باشد، مزدک باشد، مانویگری باشد، اسلام نباشد. حالا با هر قرائتش که این واقعیت ها رو دارم میگه، اینا رو فرضیات نیست. وقتی میخواد استاد زبان فارسی باشه، از طرف هر زبانی داره از
دولت خودش حمایت میشه الا زبان فارسی. اگر بنیادی هم اینجا بوده که یکی از وظایفش قاعدتاً این بوده که شما لازم نیست که به هر که مسجد ساخت 50% من میدم بقیهش شما بهت بذاری، فقط با مسجد که دیندار درست نمیشه. امروز افراد متعددی میخوان از اسلام اطلاع پیدا بکنن، بهترین جاش هم دانشگاه هاست. شما نیومدید حتی در حوزه زبان فارسی هم سرمایه گذاری کنید. حالا اگر کسی از اسلام مشکل داره به خاطر همین مباحث که ایران افتاد، حداقل به ملیت خودش که علاقمند است بیاد وقف بکنن برای زبان فارسی، برای ادبیات فارسی، برای تاریخ ایران، برای فرهنگ ایران. تو تمام اینا که ما الان جز خاورمیانه، علوم خاورمیانه، مطالعات خاورمیانه قرار میگیریم، تو مطالعات خاورمیانه نوان میرن سراغ جهان عرب و نه ایران، به خاطر که ایران سپورتر ندارد، کسی نیست که پشتیبانی بکنه، پشتیبانی مالی بکنه. برای این نه دین ما امروز در دانشگاه ها به شکل آکادمیک مطرح است، نه فرهنگ ملی ما، و این اشکار صرفا به حکومت ما بر نمیگردد. حالا اونها عقلشون نمیرسد، نمیفهمند چه باید بکنن، چه چیزی اهمیت داره. حداقل دوستان ایرانیان دیگری که متوجه این ضرورت هستن، اولویت نخستینشان تأسیس کرسی و یکی از این نکات است که عرض کردن، دین یا فرهنگ ایران، دین اسلام یا فرهنگ ایران، هر کدامش باشه بخش از مسئله ما رو پیش بوده. اگر مارکس اقتصاد رو زیربنا میدانست، میشود با بخشی از مدعای مارکس همدلی کرد. اقتصاد زیر به آن شدتی که او میگفت زیربنا نیست، اما این گونه هم نیست که اصلا هیچ دخلی در زیربنا نداشته باشد. اگر همین مطلب رو از مارکسیست هم یاد بگیریم، بدون سرمایه گذاری مالی هیچ اقدام شایست و بایسته اتفاق نمی افتد. فکر نکنید صرفاً با امور داوطلبانه امر صحیح اتفاق می افتد. تا ما تأسیس نکنیم، مؤسسه تأسیس نکنیم، کرسی تأسیس نکنیم و هزینش رو هم تأمین نکنیم، نمیتونیم اطمینان داشته باشیم، انتظار داشته باشیم که بازده مشخصی بر این امر محقق شد. در قرآن خود ما عنوانیست که حالا اینا رو که میگم تازه میفهمیم چقدر خداوند متوجه مسئله بوده. این جهاد فی اموالهم، جاهدو فی اموالهم، فی انفسهم پیشکش من و شما، ما جان از کسی نخواستیم، قرارم نیست جانبازی کنیم، اما قرار است نسبت به مالمان قدمی برداریم، قدمم برداریم تا فرزند خودمان توی فضای اسلامی تربیت شود. من دیدم همسایه خودم جایی که زندگی میکنم خونش رو به فروش گذاشت، جوانم بودم، رفتم پرسیدم که چه مشکلی داشت اینجا دارید میرید؟ گفت که من بچه هام امسال میخوان دبستان برن. گفتم اتفاقا اینجا بهترین مدرسه رو داره، بهترین دبستان رو داره. گفت نه، من نمیخوام بچه هم رو میذارم مدرسه پابلیک، نمیخوام بچه هم رو مدرسه عمومی میذارم، من میخوام بچه هم زیر نظر کلیسا تربیت بشه، بهترین مدرسه در فلان منطقه است، من خونم رو دارم عوض میکنم که برم در اون منطقه خونه. خب من از خودم سوال کردم، من و توی مسلمان هیچ وقت به این فکر کردیم که بچه‌مون رو کجا میخوام بذاریم تربیت بشه؟ توی خونه بعد از مدتی اغلب بچه‌های ما فارسی بلد نیستن حرف بزنن. من جاهای مختلفی رفتم تو اغلب مؤسسات اسلامی آمریکا، توی 6-7 سال رفتم صحبت کردم، بسیاری از جاها خواهش میکنن آقا بچه هاشون هم به زور بیارن شب قدر محرم، جایی که مراسم دیگه واقعا پدر و مادره دوست داره بچهش نماز بخونه، روزه بگیره، قرآن بخونه، شرکت بکنه. خب بچه ها میان
اینه میفهمه، متوجه نمیشه. حالا دو کلمه سلام علیکم میتونه فارسی صحبت بکنه اما نمیفهمه. بعد خواهش میکنه انگلیسی صحبت کنه. باشه بسیار. اما بچه‌ای که کلن توی فضای اسلامی نبوده با یه جلسه که راه نمیاد. سه نفر توی منطقه ما، من نورث کارولینا زندگی میکنم، سه تا جوون مسلمان رو ترور کردن. توی اخبارم شنید در دانشگاه یو ان سی بود و ترور شد. این سه تا یا آقا و خانمش و خواهر خانمش. آقا دندان پزشک بود، دانشجوی ساله بالای دندان پزشکی بود، همسرش هم در شرف پذیرش بود، خواهر همسرش هم تو یکی از رشته های دیگه. و تو اون چند روز خب خیلی فضای منطقه عوض شد، یعنی به گونه ای بود که من تو تشتیه مراسم دفن اینا شرکت کردم. پلیس اول اعلام کرد که به خاطر پارکینگ، نزاع پارکینگ کشته شده که نادرست بود. پدر اینها که پزشک مسلمان تحصیل بسیار آدم شریفی بود، سر جنازه بچه هاش اومد صحبت کرد. حدود 5000 نفر توی مراسم نماز اینا شرکت کرده بودن. یه بی سابقه است اینا، مال خودشون در خانوادهشون هم به زور میاد، 10 نفر نمیاد. 5000 نفر که خود پلیس، رئیس پلیس آمده بود مثلا چاخ بره برده بود اینا کیان برای چی هم. و اونجا هم مادرشون پیام رو داد، گفت که من انتقام نمیخوام، ما اهل انتقام نیستیم، اما مشخص بشه چرا بچه های من کشته شد، من میخوام اتفاق نیفته. پدر اینا اومد بالای سر جنازه قبل از نماز، گفت، خطاب کرد پرزیدنت آمریکا رو، رئیس جمهور آمریکا رو، گفت من از شخص شما به عنوان پدر سه شهروند آمریکایی تقاضا میکنم دنبال کنید عدالت اینجا جاری بشه. چرا من، چرا فرزندان من به دلیل مسلمان بودنشان باید کشته شدن؟ دختراش محجبه بودن و دقیقا به خاطر رعایت شئون اسلامی توسط یک آمریکایی نجات پرست دین ستیز کشته شده بودن و مسئله پارکینگ بهانه بود. نه، خوشبختانه چند ساعت بعد رئیس جمهور آمریکا شخصا پیام داد و دلجویی کرد و باعث شد که بعد قاتل هم تروریست هم فاجعه تروریست هم به کار نبره. تروریست فقط برای مسلمان ها به کار مونده میشه. تروریست رو، این قاتل رو به اعدام محکوم کردن. صداش هم خیلی در نیومد، هنوز اجرا نشد. حالا توی اونجا نکته شاهد مثال هم اینه، توی NPR و چند روز میرفت با بستگان اینها، با مرتبطه اینها مصاحبه میکرد. یکی از این مصاحبه که خیلی به اشک از چشم من جاری کرد و خیلی روی من مؤثر بود، هر که شنیده بودم تأثیر داشت روش، خانم معلم اینها بود. هر ستاشون تو اون مدرسه درس خونده، مدرسه برای مدرسه ایمان بود. لطفاً گوش کنید، اینا چیزایی است که ما میبینیم، هست دور ماست، تو همین کشورم اتفاق افتاد. مدرسه رو من دیده بودم، دقیقاً نزدیک محلی است که نماز جمعه رالی در نورث کارولینا اونجا برگزار میشه. مدرسه مال اونجاست، مدرسه مسلمان، مثل مدرسه کلیسایی که این همسایه من میخواست بره اونجا. و بعد این خانم شروع کرد صحبت کردن، من واقعا غبطه خوردم، گفتم که میشود در عمق کشور آمریکا مسلمان زیست، به آداب اسلامی مؤدب بود و مسلمان هم مرد؟ این خانم وقتی صحبت میکرد میگفت ما به لحاظ علمی بچه ها رو اینجوری بار میاریم، این پسر اینگونه بود، قدش از من خیلی بلندتر میشد، هر سال بلندتر میشد و من با اینکه معلمش بودم در بسکتبال اونجا شرکت میکرد و میدونه تو اینجا جوانی باشه قهرمان بسکتبال باشه، بعد در بالاترین دانشگاه هم تحصیل بکنه و بعد اوقات فراغتش هم بره به عنوان دونیشن برای جنگ زده های مال سوریه بود، سوریه کار دندان پزشکی بکنه مجانی. خب همه فضائلی که توی فرهنگ آمریکایی برای این جمع میکنن جمع بود برش، هم مدرک خوب داشت، هم بسیار رشید بود،
هم ورزشکار بود و هم کار خیری انجام داده. وقتی خانم داشت صحبت میکرد من از خودم پرسیدم آیا ما یک مدرسه ایرانی اینگونه هم داریم؟ من منظورم ساندی اسکول نیست، یک مدرسه تمام وقت که ما بتوانیم بچه های خودمون رو بگذاریم و اینجوری تربیتشون بکنیم که توی آمریکا بیاد هم دخترش هم پسرش اینگونه مقید به آداب اسلامی بشه. اینا احتیاج داره که ما سرمایه گذاری بکنیم، ما مدرسه اسلامی درست کنیم، با تعلیم و تربیت شروع کنیم تا بعد برسد به دانشگاه و صاحب کرسی بشه. مسلمانان باید برای پیشرفت و تبلیغ و تعمیق اسلام رحمانی هزینه کنند، جهاد و اموال کنند. این جهاد مالی میتواند زکات باشد. حالا من اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم، این نکته ای رو که جای دیگری شاید میتونستم عرض کنم که امروز توفیق نشد، فردام تو موفق نیستم خدمتشون باشم، اون بحث رو الان اینجا مطرح میکنم. اون بحث زکات، یکی از آدابی که ما در قبل از نماز عید فطر موظفیم انجام بدیم این از فطریه بپردازیم، زکات فطر بدیم. این زکات بدن است. یک زکاتی هم داریم، زکات مال. ما دو جور زکات داریم در اسلام، زکات مال، زکات بدن. زکات بدن یعنی خدا را شکر میکنیم ما سلامتیم، توانستیم روزه بگیریم و به شکرانه این سلامتی یا به شکرانه زنده بودن، حالا اگه توفیق روز هم نداشتیم، برای خودمان و افراد تحت تکفلمان حداقلی در راه خدا میدهیم، به مساکین میدهیم. اول وقتی میخواییم محاسبه رو کنیم این رو میمیسه، حداقل رو میمیسه، چون میگیم چقدر بوده؟ بوده 3 کیلو غذای متعارف. بعد وقتی تو ایران میخوان حساب بکنن میگه 3 کیلو نان چقدر میشه مثلا حساب کن. اینجا میدم نوشته 3 کیلو 10 دلار. واقعش غذای متعارف ما اونم 3 کیلو 10 دلار، یعنی ما نون خالی میخوریم، ما برنج خالی میخوریم، ما گوش اصلا نمیخوریم. کدامتون اینجوری غذا میخورید که اینجوری فطریه میپردازید؟ اگه قرار بشه غذای فطریه متعارف بدیم، یک وعده که تشریف میبری رستوران چقدر میپردازید؟ وزنشو بکن، بعد معادل 3 کیلو حساب بکن، میشه اون مقداری که اون کسی که برای تو باید فطریه بپردازه. بعد از اونم برای چی میپردازیم؟ برای سلامتی خودمون و خانوادهمون. هر چه بیشتر بپردازیم بهتر. اونم قرار است کسی که میتواند بپردازد، اگه کسی فقیر است که قرار نیست بپردازد. این از زکات فطره. حالا بیام به زکات مال. زکات مال به چی تعلق میگیره؟ به 9 چیز. به مواشی سلاسه، به انعام، به غلات کذا، به نقدین، اونم باید مسکوک نباشد، مسفلان یکی یکی. خب این موارد بسیارش هم اتفاق نمیفته، نه گاو داریم، نه گوسفند داریم، نه شتر داریم، نه سکه مسکوک داریم، هیچ کدوم اینا نداریم. شما کدامتون تا الان زکات پرداختید؟ حالا خودتون هیچی، آیا کسی سراغ دارید تا رو زکات پرداخته باشد؟ به کسی که تاکنون زکات پرداخته باشد شما برخورد کرده ای؟ خیلی زشته که ما بیایم بگیم که خدا بیش از 50 بار مثال نیست، بیش از 50 بار در کتاب خودش بعد از یقیمون از صلات یوتون از زکات به کار برده باشد و من و توی مسلمان در عمرمان یک بار هم زکات نپرداخته باشه. یک جایی ما گیر میکنیم، یا خدا اشتباهی اینو گفته یا ما اشتباهی مسلمانیم، ما اشتباهی عمل میکنیم، به وظایف اون عمل نمیکنیم. به نظر میسه خدا که نباید اشتباه بکنیم، ما اشتباه کردیم، ما زکات رو درست نشناختیم. فقهای ما هم تعریفاتی که کردن، خب بله اون زمان تولید دامداری و کشاورزی و تجاری همون بوده که اون وقت انجام می شده. بسیار خوب. حالا امروز که ما به گونه دیگری است، دامداریش به جای خودش، اما تولیدات کشاورزی ما منحصر به اون موارد نیست. تولید صنعتی هم داریم. حالا اگر بنده گاو و گوسفند و شتر نداشتم، تولید خودرو کردم، بهش زکات تعلق نمی گیره. اگر بنده طلای مسکوک نداشتم،
اما طلا داشتن به این زکات تعلق نمیگیره. اصلا طلا نداشتم، معادلش پول نقد گذاشتم توی حساب بانکی، سالم گذشت به این زکات تعلق نمیگیره. ببخشید خودمون رو مسخره کردیم یا خدا رو مسخره کردیم؟ بالاخره من مال دارم، وقتی مال دارم وظیفه‌م زکات بپردازم. خیلی دو تا چهار تا هم هست، اون وقت اینو تعطیل بکنیم بگیم نه تو باید خمسش رو بپردازی. خب حالا خمس یک مسئله دیگری، اما قرار از زکات پرداخته بشود یا نشود؟ اما نپرداخت. اگر ما همین جمعی که میشناسیم زکات مالشان را میپرداخت و اونم قرار نیست به کسی بپردازی، به روحانی بپردازی، به مرجع تقلید بپردازی، یک راست تو همون موازین مواردی که قرآن و سنت ما مشخص کرده و رو هزینه کن، فقرا، مساکین، غارمین، فی سبیل الله، مؤلفت قلوبهم، یک یکی برو این هشت موردی که هست تو همین ما در راه مانده، یتیم، آیا دیگه مشکلی باقی میمونه؟ فقیر، عاملین فقیر، همه اینها رو شما بگذاری یکیش هم میشه فی سبیل الله. فی سبیل الله همین است که بنده دارم حالا برای شما عرض میکنم. فی سبیل الله یعنی چی؟ آیا در راه خدا فقط مسجد در راه خداست؟ اگر بیمارستان ساختی که فردا بیماران آمدن اونجا مداوا شدن، مدرسه ساختی، دانشگاه ساختی، پل ساختی، کارگاه ساختی، مزرعه ساختی، کارخانه ساختی، همه اینها قطعاً مطمئناً فی سبیل الله است. به جایی که ما بریم بدیم به این فقیر و اون فقیر، میون کارگاه درست میکنیم تا فقرا رو بهشون شغل بدیم و اون با این مشاغلشون پول در بیارن و محتاج من و تو هم نباشن، محتاج کد یمین خودش باشه، کرامت انسانیش هم حفظ بشه، پیش زن و بچه‌ش هم نگه من بهم صدقه دادن، بگه رفتم کار کردم، همونی که دین ما از ما خواسته. اگر این پولا جمع بکنی و شفافم از بین مؤمنین هیئت مدیره تشکیل شود، زکات توی صندوق شیشه‌ای گذاشته شود، کاملا هم دخل خرجش مشخص باشد، چقدر آمد چقدر رفت، تمام این مؤسسات مذهبی دیگه احتیاج به هیچ چیز نخواهند داشت، ما همه میتونیم بچرخونیمش، مگر اینجا وقت فی سبیل الله نیست؟ با همینا میتونستیم انجامش بدیم، میتونستیم کرسی تو دانشگاه بخریم، میتونستیم مدرسه اسلامی درست کنیم، میتونستیم بیمارستان مسلمان ها درست بکنیم. امروز وقتی میشنوم میگه که بله دولت آمریکایی قانون رو گذروند، این رو در مورد همجنسگرایان گفت، این رو در مورد سخت جنین گفت، این کلیسا کلیسای کاتولیک است. من پزشک من برای این دو امر هیچ هزینه ای نمی کنم، هر کی نمیخواد بره بر جای دیگه، محکم ایستاده، متخصص دارد، پولم دارد. خب هم میتونی همچون بیمارستانی داشته باشی، موازین اسلامی رو توش جاری بکنی. اینا تو همین کشور دموکراتیک داره انجام میشون، هر کدومش مطابق آیین خودش حق داره، میگه آقا من این موارد رو توی بیمارستانم اجازه نمیدم، دوست داری برو جای دیگه، منم میتونم این کارو بکنم. کدوم بیمار؟ این همه پزشک داریم، تعداد پزشکان یک بار من حساب کردم 10-12 سال پیش اینجا آمده بودم، تعداد استاد تمام های ایرانی مقیم آمریکا از استاد تمام های ایرانی مقیم ایران بیشتره. میدونید یعنی چی؟ برای یک استاد تمام فول پروفسور یک حکومت چقدر باید خرج بکنه تا یک طرف به اونجا برسه؟ و اون وقت تعداد ایرانی های تو این درجه علمی رسیده در آمریکا بیش از ایرانه. فرار مغزها یعنی این باعث شده که اون وقت ما متخصصینی که نیاز داریم، متخصصینی که نیاز داریم که رشته بهترینش اینجا یافت میشه، اما توی کشور خودمون نیست. چرا؟ چون فضای مناسب براش اینجا نیست. این زکات لذا به نظر من، بنده در سایت خودم اینا رو نوشتم، گفتم که خودمان را گول نزنیم. اگر پول داریم از نصاب بیشتر از این دستمان به دهنمان میرسد، پس انداز داریم، یقینا ما مشغول زکات هستیم. 2.5% یکی حد اقل است، 2.5% شما موظفید شرعن در راه خدا در یکی از هشت موردی که
کتاب خدا سنت پیامبرش مشخص کرده هزینه کنید. به هیچ وجه هم هیچ نیازی ندارد به احدی بپردازی، شخصا هم میتونی هزینه کنی که خودت اون لذتش را بچشی. بلاش این مالیاتی که در جامعه میدیم بعد از وقت شما هست. در مورد مالیات هم هیچ دولتی، اون چیزی که باید کسب بشه مالیات دولتی است، نه مالیات دینی. هیچ کلیسایی نمی آید و هیچ کنیسه‌ای نمی آید بگه که چون تو به دولت مالیات دادی حق من دیگه نیازی نداری به مالیات دینیت رو بپردازی. اما برعکسش، اگر شما قبض کلیسا و کنیسه و مسجد رو به دولت نشان بدهید، اون از مالیات دولتی خسر می‌کنند. رضا فکر نکنید من اگر با مالیات به دولت می‌دهید داری از مزایاش استفاده می‌کنید. امنیت دارد، پلیس دارد، بهداشت عمومی دارد، دادگاه دارد، همه اینها، پلیس، همه اینها به خاطر مالیاتی است که داری پرداخت می‌کنی. اما مالیات دینی که می‌پردازی برای این امور نیست. تو برای امور دینی داری هزینه می‌کنی و تو هیچ دینی این جای اون رو نمی‌گیره. برعکس است مثلا. خب بنابراین ما می‌باید زکات بپردازیم و با زکاتمون می‌توانستیم خیلی کارهای بزرگ بکنیم. یکی از این اولویت نخست که من هنوز دارم بازش میکنم این است که از حوزه اقتصاد شروع کردیم و یکی از بخشاش زکات بده. اما فقط زکات نیست، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این حق معلوم قطعا زکات است. یعنی اگر نپردازیم فقرا با مال ما شریک شدن. یعنی مال دیگه مال مشاهد، فقط مال من نیست، مقدارش هم زیاد نیست. انصافاً 2.5% رو میتونیم بپردازیم، به جای برخورد نمی کنیم. خب اگر نپرداختیم اون دیگه بحث دیگریست. بدونیم که ما مثل اینه که نماز نخوندیم، مثل اینه که میتونستیم روزه بگیریم و روزه نگرفتیم، میتونستیم مستطیع شده بودیم و حج بریم و نرفتیم، چیزی شبیه به این است. دیگه هم نمیتونیم بهانه بیاریم آقا روحانیون فاسدن. بسیار خوب، خود صالح، مستقیم خود تولید به مصرف برسان، به هیچ کم نمیخواد بپرد. اونا هزینه در راه دیگری میکنن، تو خودت در هر راهی میخوای هزینه. و اگر پولا جمع بشه زیر یه هیئت مدیره بس با بصیرت جمع بشه، میدونی چه میتونه بکنه، چه کارگاه ها میتونه بزنه، چه کارخونه ها میتونه بزنه، چه سهام میتونه درست بکنه، خیلی کارا میشه باهاش کرد. یکی از موارد دیگه ما خود اوقاف. حالا من در مورد یهودیان و مسیحیان عرض کردم، افراد متمول الحمدلله بین ما کم نیست. مطابق آمار موجود در آمریکا ایرانیان جزء 3 ملیت اقلیت متمول و تحصیل کرده است. هم تحصیل کرده ترین هم متمول ترین، رده 1 نیستن اما جزء رده های اول است. خب قرار فرض کنید بنده عمرم رو کردم، میخوام از دنیا برم، میخوام هم یک خدمتی به دینم یا فرهنگ ملی هم بکنم، بهترین کارش وقف کردن. ما یاد بگیریم وقف هم اینجا نمیگی که آقا میان بعدن میخورنش، دولت میخورد یا نمیدونم روحانیت چه میکنن. تو وقف بکن تو همینجا مطابق قانون اینجا به همون دید چیزی که دوست داری. اگر تعلقات دینی داری در امور دینی، اگر تعلقات ملی داری در امور ملی وقف بکن. من موارد رو میبینم مثلا طرف آمده رئیس دانشگاه بوده، تمام آمده کتاب خانش و مسائل دیگری که داشته کلوم اجمعین وقف کرده، الان به نام خودش یک کرسی درست کرده، هر سال دارن به نام خود اون واقف جایزه میدن. یک موردش شامل خود حال من شد. 6 ماه رفتم تو یک دانشگاه UNC کوهنچه، دقیقا اون رو گذاشته. نمیتونست یه مسلمان این رو انجام بده که بیاد بگه که من هر سال برای مطالعات قرآنی جایزه میپردم، برای مطالعات اسلامی، برای مطالعات اهل بیت، برای مطالعات پیامبر، هر چیزی دوست داره، مطالعات ایران جایزه میپردازم. این رو تو قسمت بعدی میخواستم بگم، اینجا عرض بکنم اون اولویت دیگریست. یک مؤسسه است در آلمان حدود 180 سال قدمت داره، جایزه 2 سالانه داره برای کسانی که تحقیق معتبر علمی
منتشر کنند و اثبات کنند که قرآن ریشه یهودی داره. 180 سال بسیاری از کتاب‌هایی که تاکنون علیه قرآن نوشته شده مشمول جایزه بنیاد. و یکی از اونها کسانی که توی حوزه‌ها کار کرده باشن یک متفکر است به نام ونزبرو. ایشون جزئه به هر حال تو حوزه مطالعات قرآنی آدم مطرح است. تز ایشون هم اینه که قرآن 300 سال پس از پیامبر خارج از حجاز نوشته شده است. هزینه تحقیقاتش هم این مؤسسه آماده پرداخت. وقت فکر میکنید خدا دین خودش همینجوری حفظ میکنه تو راه پیش میبره، ما لازم نیست بکنیم، ما لازم نیست هیچ کاری بکنیم. اگه هر دو سال یک کتاب اینجوری در مورد قرآن منتشر بشه میدونید به سر به کجا میزنن؟ وقت بعدی خدمت شما عرض میکنم الان در زبان انگلیسی هیچ نوشته قابل اعتنایی در زبانی تشیع که به درد کلاس های کارشناسی بخورد نیست. اولین کتابی که نوشته شده بود که سالها تدریس میشد یک پزشک بهایی نوشته بود درباره تشیع. من اسمشو نمیبرم، سرچ بکنید تا خودتون پیدا بکنید. حالا خیلی کسانی که شیعه تنوری هستن، شیعه دو آتشه هستن، هر چه هستن، خیلی تو میخواید دینتو مذهبتو معرفی بکنید، بسم الله. نمیشه که اومدن، بله آمدن کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی رو دکتر نصر هر دان نویسنده و مترجم عالی ترجمه کردن، اما این با دانشجو ارتباط برقرار نمی کند. چه کتاب ترجمه نمیتونه سر کلاس بذاری. کتابی میخواهد که با فرهنگ آمریکایی، با فرهنگ غربی نوشته شده باشد، متناسب با اونها بتونه باشون رابطه برقرار. ما کم داریم یا نداریم؟ حوزه اسلامش حالا کمی بهتر شده توی این در 30-40 سال. کتاب متعددی نوشته شده. انصاف مطلب اینه که من از برخی از کتاب ها راضیم، یعنی احساس میکنم میتونه حق مطلب رو در مورد قرآن، در مورد پیامبر، در مورد اسلام تا حدودی ادا بکنه، اما هنوز کتابی که بتونه به لحاظ مذهبی چنین بکنه نیافتم. کسی میخواد سرمایه گذاری کنه اولویت دارد نسبت به مذهب خودش. بسم الله. در مورد ایران هم داریم کتاب خوبی نوشته شده، حالا تو زبانه دیگه هم این مشکل داریم، فقط انگلیسی نیست. اگر میخواییم کاری بکنیم اینا اولویت هست به عنوان یک مسلمان در جهان امروز. یکی دیگه از این کارهایی که فی سبیل الله هست پرداخت هزینه تحصیلی دانشجویانه. در کشورهای غربی تحصیل بسیار گران است. بسیاری از اینها توان تحصیل شخصی ندارند. اگر ما اسکالرشیپ بگذاریم، امتحان هم بگذاریم، هیئت مدیره قوی هم باشه، اینا خوشبختانه شروع شده و بسیار کم است. یکی کسان به این فکرها افتادن، اما تعدادش کم است. ما بتوانیم هزینه تحصیلی پرداخت بکنیم برای کسانی که میخواهند تو این رشته‌هایی که ما میپسندیم تحصیل بکنیم. حالا میخواد مطالعات دینی باشد، میخواد مطالعات ملی باشد، میخواد مطالعات اصلا کاملا ساینتیفیک صرف باشد. ما احساس میکنیم اگر اینها تو کشورمون باشند به نفعمونه، خب هزینه‌شون رو پردازیم. به نام خود پرداخت کننده هم باشد، اسمش هم میاد تو سایت دانشگاه، این پول رو فلانی پرداخت کرد، هیچ اشکال نداره، خیلی هم کارش شایسته است. من پیشنهادم همین پیشنهاد عملی بود، اصلا ننشستم برای شما فلسفه بافی کنم. گفتم هر کسی که میخواهد به دینش کمک کند اینا راهش، راه عملیش. حالا در مورد موارد دیگر وقت ببینید، بنده رفتم توی جایی میبینه که آقا ما برای هر شب ماه رمضان چیز داشتیم، بانی داشتیم، برای محرم که میشه برای هر شبش بانی داشتیم. من و برخیشون هم واقعا آدم های بسیار نازنینی بودن. بعد اونجا اون دوستی که مسئول بنیاد و مؤسسه بود گفت که مبادا چیز دیگری میگه، اینا فقط برای همین میپردازن، شل زرد درست کنیم، سفره حضرت عباس بندازیم، اطعام بکنیم مردم رو، یک کلمه بگیم آقا ما تو این زمینه کتاب میخوان که این کتاب این مقدار
هزینه میخواد، حالیش رازم نمیدونه. کیسه گونی برنج رو آورده بود برای که اطعام بکنن، یا گوشت یا موارد دیگه، اما بگی که آقا ما اینا هم احتیاج ها. این ذهنیت رو، این شعور رو میباید تو خودمون ایجاد بکنیم که ما بیش از آن که به پلو نظری احتیاج داریم، بیش از آن که به شعله زرد احتیاج داریم، به کرسی در دانشگاه و به هزینه کمک هزینه تحصیلی بچه همون احتیاج داریم، به کتاب احتیاج داریم، به کتابی که بتونیم بگیم این سند هویت دینی و مذهبی ماست. خب فکر میکنم تو این قسمت این اولویت کافی باشه. حالا اولویت دوم، اینا ما احتیاج به تشکیلات داریم. تشکیلات یعنی اینکه شما هر کاری که میخوای بکنی باید یک مؤسسه درست کنی، مؤسسه ثبت شده هم باشد، هیئت امنا داشته باشد، مدیر عامل داشته باشد، بودجه مشخص داشته باشد، و این زیر نظر خود گردانندگان هم باشد که ما بتونیم مؤسسات اسلامی با چیزهای با کارکردهای مختلف بتونیم کارامون رو پیش ببریم. خوشبختانه همین چند مؤسسه ای که تو آمریکا هست و تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه متاسفانه، مال حالا شیعیان و ایرانیان و امثال هم، همینا روی این ضرورت تشکیل شد و چقدر خوبه، اینا باید گسترش پیدا کنه. و نکته دیگری، حق عضویت ما باید بپردازیم. هر کسی ببینید، رفته بودم آلمان یه سفری یادم در 2005 بود، یه طوری بود مسئله گوته داده بود، از ارباب ادیان هم دعوت کرده، یعنی تو گروهی که بود روحانی کاتولیک بود، ارتودکس بود، چیز بود، کشیش بود، مسیح پروتستان بود، بودایی بود، هندو بود، یهودی بود، مسلمان سنی بود، مسلمان شیعه بود، از ملیت‌های مختلف بود، 20 نفر بود. و از مؤسسات مذهبی آلمان بازدید میکردیم و توضیح میدونیم. چیز جالبی که بنده اونجا متوجه شدم و به نظرم این مفید بود، این بود که نه آمار دادن که در کشور آلمان چقدر از مردم مذهبی هستن. من پرسیدم که شما چجوری آمار رو پیدا کردید که مردم این مقدار مذهبی هستن؟ چون از منم پرسید تو شما تو کشورتون چقدر در مردم مذهبی هستن؟ و من آبوداری کردم اگه بگم که چقدر توی مسجد شرکت میکنن، چند درصد مردم ما تو مسجد شرکت میکنن؟ 5%، 1%، نشاط هم از این کمتر. صفا گاهی وقتا یه صف هم تشکیل نمیشه. نماز صبح که اصلا آمار داریم چیزی حدود 70% مساجد ایران صبح تعطیل است، درش باز نمیشه. تو مساجدی که ظهر و مغرب و عشا درش برگزار میشود غالبا 2-3 صف بیشتر نمازگزار ندارن. آبروداری کردیم، گفتیم ما برخی روزها هست مسجد خیلی پر میشود، شب 23 رمضان بیادنش 10 محرم غلغله هست، 99% فراوان هست، ولی واقعش باید رو تمام سال تقسیم بکنم. اونا میگفت 30%، من آمارم داشت، من یادم نیست دقیقا، میگفت مثلا کاتولیک 31%، من پروتستان 32%، یا کمتر یا بیشتر شبیه به. سوال هم اینه شما چجوری تشخیص میدید که این مقدار مردمتون مثلا گفت که هر کسی که عضو کلیساست حق به عضویت میپرده، دونیشن میپرده. عضویت یعنی پرداخت اون حق در 2 روز، 7 سال هر چیزی که هست. خب حرف غلطی نیست. ما نمیدونیم تو مسجده ما خوشبختانه هیچ که عضو مسجد نیست به اعتبار چیزی که میپردازه، اما عضو این مؤسسات دینی بودن نیازی ندارد، اینا که از آسمون برشون نمیرسه. من عضوم مقداری رو تعیین میکنیم، این حداقل از هر کسی توی این منطقه میخواد از امکانات این مؤسسات استفاده کنن چیزی میپردازه. این فضا واقعا باید براش هزینه صرف کرد، همه که تو مناسبات مذهبی مراسمی برگزار شدن، همین که در روزهای آخر هفته برای بچه‌ها کلاس گذاشته شده، فضای دینی باشه، اینا رو باید براش هزینه داد. این حق عضویت میشه. این مؤسسات، اون مؤسسه یهودی رو معرفی کردم. حالا بنده دلم میخواد حداقل جرقه به ذهن یکی از شنوندگان من بزنه، یا یکی از کسانی که بعداً اینو میشنون بزنه، که اینا بیان پول رو هم بگذارن،
یک چیزی تأسیس بکنن، هر کسی هر دو سال یک بار جایزه بدهیم به بهترین تألیف در قرآن کریم در دنیای معاصر با ضوابط علمی. بگیم من هر دو سال جایزه میدم به کسی که به زبان انگلیسی بیاد قرآن رو آنچنان که شأن مسلمان است و اسلام رحمانی است معرفی کند. یک هیئت جوری هم میگذاریم، قوی ترین اسلام شناسان دنیا. بگیم فرض بکنید 10,000 دلار جایزه میدیم، 20,000 دلار جایزه میدیم، مطمئن باشید کتابای متعددی نوشته میشه. کما اینکه تجربه معادل نشون میده که در ادیان دیگه نوشتن. ما نمیگیم بیاد اثبات بکنید چیزی که ستیز با دیگران باشه، طریق معرفی خودمون اثبات کنید. بیایم اثبات بکنیم که خشونتی که گفته میشود، تروریسمی که نسبت داده میشود، این غلط است. اسلام رحمانی این است. جایزه بگذاریم برای این. نمیشود. ما این مؤسسات رو میتونیم همچه کاری بکنیم، باور بکنیم. آیا این مالداران ما راضی نیستند که دینشان گونه ای نباشد که وقتی گوگل سرچ میکنی اسلام رو که میزنی 70% تروریسم میآید؟ بزنید خودتون ببینید. من تو سایت‌های دانشگاهی زدم میخوام دنبال یک مفهوم اسلامی هستم، میبینم همش اینا داره میاد. معادل که 70% تقریبی نمیگم، ما بیش از 70%. برای اینکه رو عوض بکنیم ما باید تولید بکنیم، باید کتاب بنویسیم، باید مقاله بنویسیم. کرسی‌های دانشگاهی ذکر کردم بهترین کار است. نخست پس من اولویت رو با اون شروع کردم. این میباید در دانشگاه‌های مختلف ما این کرسی‌ها رو تأسیس بکنیم. الان من تو ذهنم هست که یک مورد اونم حوزه مانند در دانشگاه در هارتفورد. در مورد وقفم که عرض کردم میشود چون این کاری کرد. خب اینم اولویت دوم. دیگه خیلی طول و تفصیلش ندادم. اولویت سوم برای یک مسلمان، ما غالباً توی دنیای دیگری زندگی میکنیم. یعنی پسماندگی زمانی و فرهنگی داریم. به خصوص هرچه رده دینیمون بالاتر باشد، این عقب افتادگی فرهنگیمون بیشتر است. یعنی گاهی وقتا اگر فرض بکنیم برخی علما هستن، اینها تو دوره علامه مدرسی دارن زندگی میکنن، هنوز تو عصر صفوی و قاجاریه، اصلا انگار چیزی عوض نشده است. یعنی اگر قرار بود اون دوره بنویسن، با این دوره دارن می‌نویسن، هیچ فرقی نمی‌کنه. این میشه زمان نشناسی. هم توی فقها هست، هم توی مفسرینه، هم توی متکلمینه. یادم پیش یکی از استادای بنده در حوزه کلام میگفت که شما اگر تجرید کلام خواجه نصیرالدین طوسی رو درست یاد بگیری، به تمام شبهات علیه اسلام میتونی پاسخ بدی. گفتم حضرت استاد، یعنی میفرماید از قرن هفتم تا حالا، یعنی توی حوزه هشتم هیچ حرف تازه‌ای زده نشده است؟ حوزه اعتقادا، حوزه کلام. اصلا یعنی که ایشون متوجه نبود که بابا خیلی چیزا عوض شده. با اون مسائل نمیشه اینا پاسخ داد. میشه زمان نشناسی. فقط هم فقه نیست. تفسیر هر دوره مال اون دوره است. ترجمه هر دوره مال اون دوره است. فکر نکنید با ترجمه قرن 4 و 5 میشه امروز آمد، چون امروز خواننده سوال قرن 15 هم تو ذهنشه. برای همین ترجمه با هر قرن هر چند ده سال تجدید بشود. تفسیر هم همینطوریه. تفسیر 200 سال پیش به درد امروز نمیخوره، تفسیر امروز هم به درد 200 سال بعد نمیخوره. ما اگه میخوایم اولویت بندی بکنیم، باید توی علوم دینیمون این بروز شدن رو مشاهده بکنیم. برخی از کتابای دینی هست، هم در حوزه اهل سنت هم در حوزه شیعی، چند قرن قبل نوشته شده است. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه یعنی تو اون رشته، تو این چند قرن هیچ کار جدیدی صورت نگرفته. وقت بنده وقتی سر کلاس میرم به دانشجو تکلیف میکنم، حق نداری به ریفرنس قبل از 2000 ارجاع بدی وگرنه نمره کم میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو مجبوری که بیای کار جدید ببینی. ولی خودم تو حوزه که بودم، هرچه مثل قدیمی تر باشد اعتبارش بیشتره. این کتابی که داری میخونی مال قرن 10 است، حالا قرن چنده؟ قرن 15 است. خیلی که هنر بکنی یکی مال قرن 13 است.
یکی مال 100 و 510 سال پیشه که خیلی جدیدش که باشه. خب یعنی چی؟ یعنی ما زمان رو نمیشناسیم. این باید کاری بکنیم که یک این زمان شناخته بشه. یکی از مشکلاتی که چرا دوستان ایروز از من میپرسیدن از کی ما درجا زدیم؟ میدونید چرا علوم دینی ما پیشرفت نداشته؟ برای که سوالات قدری مقابلش نبوده است. چرا اینجا پیشرفت داشته؟ اینجا علم تجربیش داروین رو داشته، کپلر و کوپرنیک و نیوتن رو داشته، تو فلسفهش کانت دکارت داشته. مجبوره چه کار کنه؟ این دینش باید به اینا پاسخ بده. حالا توی جامعه ما چه زمانی اینا از تئوری داروین مطلع شدن؟ به 100 سال میرسه؟ به 60 سال میرسه؟ به 70 سال میرسه؟ وقتی مطلع نباشی فکر نمیکنه که باید توی زمینه بشینی فکر بکنی، بشینی ببینی چجوری جواب بدن. این سوالا مطرح نشده. لذا بنده معتقدم اگه سرمایه گذارمون فی سبیل الله بدیم دانشجون توی علوم محض بره تحصیل بکنه، به شرطی که به ایران برگرده، خدمتی کردیم، چون باعث میشیم سطح علوم تجربی بالا بره و در نتیجه میانگین جامعه در علوم تجربی اینقدر پایین نباشه که دیگه وقتی گفته میشه که فلان مطلب علمی است، معنای علمی بودن درک بشه. ما هنوز وقتی میگه این مطلب علمی است درک نمیشه، یعنی به راحتی میتونه علم زیر پا بگذاره. توی علوم انسانی هم هاکزا، ما هنوز علوم انسانی در کشورمون به رسمیت شناخته نشده. یعنی وقتی میگیم تحقیق جامعه شناختی یعنی چی؟ تحقیق اقتصادی یعنی چی؟ تحقیق مدیریت یعنی چی؟ تحقیق حقوق یعنی چی؟ تا زمانی که روحانیون کشور ما درک نکرده باشن به علم حقوق نیاز دارن و علم فقه نمیتواند جانشین علم حقوق شود. حالا من به علوم دیگه چیزی نگفتم، نگفتم میتواند جانشین اقتصاد، جانشین سیاست، جانشین مدیریت، جانشین جامعه شناسی الی آخر. میگم جانشین حقوق که نزدیک ترین علم به فقه است. میگم تا زمانی که درک نکردن حقوق یک رشته است، فقه یک رشته دیگر است، زن کاملا با هم متفاوت است. هرگز تا تو حقوق جزایی نخونده باشی صلاحیت قضاوت نداری. میخواد مجتهد جامع شرایط هم باشی. حقوق جزایی امر دیگری است، آیین دادرسی چیز دیگری است که تو باید اینو درک کرده باشی. اینو در فقه به تو نیاموختن، اصلا فقه کارش این نبوده. اینا درک نشده، اینا اولویت هایی است که چرا ما در جا میزنیم؟ برای که هنوز تو کشور ما فکر میکنه حاکم شهر میتواند جای قاضی بنشیند. این دو تا هنوز فرقش درک نشده، تفاوت هم خیلی زیاد است. اون وقت فتوا هم صادر میکنه که کسی که این کارو کرد مستحق اعدام است و میرندم کشته میشن، اعدام هم میشن. تو این جامعه یعنی درجا زدن. اما شناخت، من هم نوشتم شناخت جهان معاصر، شناخت جهان معاصر یعنی شناخت علومش، یعنی ما به رسمیت بشناسیم که وقتی گفته میشود آقا میخوای مدیریت بکنی میباید این موازین رو آشنا باشی، بدون آشنایی با این موازین تو نمیتوانی مدیریت بکنی. علامه هم باشی، نابغه هم باشی، ما چجوری اومده روحانیون ما با تجربه و خطا آمدن بالا، خراب کردن مدت ها، تا حالا فرض بکنید امور رو فرا گرفتن. اونم حاصلش ببینیم توی علوم نظامی میگن که تو همین جنازه هایی که آورده بودن مال فلفج چهار بودن، کجا بودن قواسان شهید بزرگوار ما که 150شون دست بسته به شهادت رسیده بودن، اونجا یکی نوشته بود که در علوم نظامی میگن اگر یک تپه را با 10,000 تا کشتتون تسخیر بکنی این عین شکست است، نامش پیروزی نیست. آیا ما اینو درک کردیم که وقتی میخوایم چه کار نظامی بکنیم چه کار اقتصادی بکنیم، هزینه و فایده بکنیم، آیا فکر کردیم تو همین وقایع اخیری که الان داریم همه خوشحالیم، توافق نامه صورت گرفت، از خود پرسیده ایم که چه مقدار هزینه برای این صرف شد تا به اینجا رسیدیم و این هزینه آیا صرف میکرد یا نمیکرد؟ اگر ما روزنامه آزاد داشتیم،
اگر مجلس واقعی داشتیم اینها رو مورد بحث قرار میگرفت و امروز هزینه فهمیدیم آیا این کار تصمیمی که گرفته شد تصمیم نافع بود یا تصمیم مضر. از ابتدا میگم نه الان ما همیشه تصمیم ها رو گرفتیم انقدر درها رو به روی خودمون میبندیم که آن وقت مجبور بشویم جام زهر سر بکشیم و همون هم بحران میکشیم. این مال اینه که نه جامعه جامعه امکان نظارت دادیم نه آزادی سوال دادیم و خاصرش همین میشود که مشاهده کردیم. هم قطعنامه جنگ رو در بدترین شرایط پذیرفتیم و کار خوبی هم کردیم که پذیرفتیم و هم به مسائل اخیر. این مال چیه؟ مالی که ما مقتضیات دنیای معاصر رو نشناختیم و توی میانگیر جامعه همونم وقتی میریم میبینیم متاسفانه هنوز اینا درک نشده. برای همینه که جریان‌های بالا میان شما به رأی چند سال پیش برگردونید اگر تقلب نشده باشد واقعا باید به شعور خودمون تعدیل بکنیم. اما بخش بعدی که میگم یه چیز غیر از شناخت دنیای ماست شناخت اسلام است. اسلام هم احتیاج به شناسایی دارد، احتیاج به بازشناسی دارد، بازخوانی دارد. ما این هم باید در خودمون ایجاد بکنیم که به شیوه های گذشته، به شیوه های سنتی گذشته بسیارش جوابگو نبوده. لازم هم نیست که کلن همه چیز رو بذاریم کنار، اما این بازشناسی باید بازشناسی منضبطی باشد، بازشناسی علمی باشد که بتوانیم دین من را، مذهب من را، کتاب من را، سنت من را بشناسیم. هر کدوم اینا رو من بخوام بازش بکنم بسیار شاخهای متعدد دارد. همین بحثی که شب گذشته بود، فرض کنیم حدیث رو ما احتیاج داریم به این که این منابع سنتمون رو مورد بازبینی قرار بدیم، ببینیم کدامش به لحاظ سندی پذیرفته است، کدامش تعارضی با قرآن ندارد و کدامش به لحاظ تحقیقات تاریخی قابل پذیرش است، که این شیوه در گذشته در بین علمای ما مطرح نبوده. یعنی میگفت یا سندش یا دلالتش. حالا ما میگیم فارغ از سند و دلالت اصلا این حدیث نمیتواند سازگار باشد. چگونه؟ من میگم ذکر میکنم میگم که این راوی فرض کنید در فلان زمان بود، اصلا واژگان اون زمانی درش به کار نمیرفت، این دیگه نه به سندش کار داره نه به دلالتش. یک حدیث مشهوری است تو کتابای حتی رساله های عملی عربی هم نوشته شده است، این که ما کان من الفقها ها سانن نفس کذا کذا تا میرسد به فلل عوامن یا قلدو. ما واژه عوام و تقلید مطلقاً در روایات نداشتیم تو تاریخ، اینا واژه مستحدثی است. همین دلیل جعلی بودن روایت است، این روایت از ائمه صادر نشد، اونا این کار رو این واژه رو به کار نمی برد. خب اینا شیوه‌های جدیده، شیوه‌های تحلیل تاریخ، تحلیل متن، شیوه‌های تاریخیه که به ناز شما یه متن تاریخی رو که میذارن جلوهت اصلا کار نداریم، آیه قرآن است، حدیث پیغمبر است، حدیث امام است، میگه به ناز تاریخی این امکان صحت دارد یا ندارد. ما باید اون شیوه رو امروز تو احادیثمون به کار بیاندازیم، تو تفسیرمون، تو شأن نزولامون اینا رو به کار بیاندازیم. بسیاری از اینا رو اصلا نیازی به نگاه به سند و دلالتش نمیافته. به راز تاریخی میشه اثبات کرد این نمیتونه در اون زمان ساخته شده باشه، صادر شده باشه. این شیوه ها رو اگر علمای ما، لذا بنده میگم یک مقداری از دانشجویانمون رو باید بیاریم بورسیه بکنیم که این شیوه های جدید علوم دینی رو بیان یاد بگیرن. شیوه های تاریخی علوم دینی ما جزء علوم تاریخی قرار بگیره، بیان شیوه های تاریخی رو یاد بگیرن، تحلیل متن یاد بگیرن، نگاه تاریخی یاد بگیرن. چیزی که ما بیش از همه بهش احتیاج داریم تفکر انتقادی است که تو مدرسه های ما گم است، تو دانشگاه های ما فراموش شده است. تفکر انتقادی یعنی این که شما هر مطلبی که میشنوی ابتدا با نگاه منتقدانه به اون نگاه بکنید، یعنی نگاه همدلانه، حتی امر دینی. لازم نیست که من وقتی میرم سر کلاس مؤمنانه سخن بگویم، من باید عالمانه سخن بگویم، باید محققانه سخن بگویم. مؤمنانه میرم در مسجد سخن میگم، مسجد جای مؤمنانه سخن گفتن است، اما مدرسه و دانشگاه جای عالمانه و محققانه سخن گفتن است. اگر چنین کردی اون وقت ایمانت ایمان تحقیقی و علمی خواهد بود و نه چیز دیگر.
ما الان به این روش‌ها رو به کارگیریش هم تو فقه نیاز داریم، هم تو کلام نیاز داریم، هم توی فلسفه نیاز داریم، هم تو عرفانمون، هم تو حدیثمون، هم تو تفسیرمون، تو همه رشته‌ها نیاز داریم. اینا اولویت‌هاییست که میتوان روش سرمایه گذاری کرد. نکته دیگری که به تناسب وقت چه مقدارش رو برسم عرض کنم، یکی از مواردی که بعد از انقلاب فراوان انقلاب ایران مطرح شد، قبل از انقلاب اجمالا مطرح بود، اتحاد دینی. امر میدونید این مطلب با انقلاب ایجاد نشد. از زمان مرحوم آقای پولچردی که در قم بود و شیخ محمود شلتوت که در الازهر مصر بود، قاهره بود، برای اولین بار دو تا عالم طراز اول شیعه و سنی دیگری رو به رسمیت شناخت و اعلامیه کتبی نوشت. یعنی آقای بروجردی نوشت که عمل مذاهب خمسه اسلامی شامل حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و جعفری مجاز است. شیخ محمود شلتوت هم در الازهر این همین رو نوشت. امروز ما پنج مذهب داریم نه چهار مذهب. عمل به هر یک از اینها برای پیروانشان مجاز است، برای هر کسی، برای پیروانشان، حنفی به حنفی، شافعی به شافعی، مالکی به مالکی، حنبلی هم به حنبلی، جعفری هم به جعفری. عمل اولین قدم اتحاد دینی اون زمان برداشته شد که دیگه نه اون بگه تو خارج از اسلامی، نه این بگه تو خارج از اسلامی، نه این بگه فقط شرط بهش رفتن اینه که ولایت ائمه مرا داشته باشی، نه اون یکی بیاد بگه که تو نامسلمانی، تو منافقی، تو مشرکی، تو کافری. الان این قدم عالمانه از هر دو سو برداشته شد، مال دهه 1950، مال اون حدود است. بعد از اون در انقلاب ایران هم بحث شد که هفته وحدت مطرح شده، اتحاد و امثال هم. من میخوام حالا از مسائل سیاسیش بگذاریم، اونا کاری ندارم. ما میخواییم امروز هم میگیم که ما میباید صف واحدی داشته باشیم. ما همه مسلمانی به خدای واحد اعتقاد داریم، کتاب واحدی میخوانیم، پیامبر واحدی داریم و همه این موارد مشترک. اختلافاتی هم که داریم مگر مذاهب داخل اهل سنت با هم اختلاف ندارند؟ مثلا فکر کردید که اونها در مباحث کلامی ماتوریدی با اشعری، با حنبلی، با معتزلی همه یکسان فکر میکنن؟ در فقهشان شافعی با حنفی، با مالکی، با حنبلی یکسان فکر میکنن؟ اختلافاتی که اونها با هم دارن کم از اختلافاتی که با شیعه دارن نیست. پاکزا در میان شیعیان فکر میکنید شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی، شیعه اثناعشری اینها اختلافاتشان کم است؟ بین شیعیان اثناعشری، بین اخباری و اصولی اختلافاتشون کم است؟ ببینید در یک بحثی مثل حجیت قرآن اختلاف نظر دارد. اون میگه قرآن رو فقط ائمه میفهمند، ما نمیتوانیم بفهمیم، اصولی میگه نخیر ما هم میفهمیم. این تفاوت کوچکی نیست؟ این فرق همه با هم اختلاف نظر دارند. اما مگر ما وقتی میخوام دور هم بشینیم فقط باید با اختلافاتمون سخن بگوییم؟ همه ما یه سری موازین موارد مشترک داره. من اون نکته به نظرم تازه که میخوام عرض بکنم این است که اتحاد رو دو گونه میشود برگزار کرد. ما قرارمان یکی کردن نیست، قرارمان وحدت نیست، ما قرار نیست یکی بشویم، قرار نیست من از هویت شیعه‌ام دست بردارم و اون عزیز اهل سنت از هویت تسننش دست بردارد. او باید سنی بماند، چه من بخواهم چه نخواهم هم هست. او هم میباید قبول کند من چه او بخواهد چه نخواهد من شیعه هستم. خب مهم این است که من او را بپذیرم، او مرا بپذیرد، اما هر دو بپذیریم که مسلمان. قرار نیست ما همدیگر رو حذف کنیم، قرارم نیست که فکر بکنیم اسلام اصیل یکی بیشتر نبوده است و اون اسلام اهل سنت است و آنها که آن تفرقه ایجاد کردن شیعیان بودند. این تبلیغ سلفی هاست، این تبلیغ وهابی هاست. نباید ما اینها رو تکرار کنیم. در زمان رسول الله بله همه یکی بودند، اما این واژه شیعه هم به مضافون الیهش برمیگردن.
یا شیعت و آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دین ولا تخافون المعار فکونوا احرارا فی دنیاکم. یا شیعت و آل ابی سفیان، شیعه یعنی پیرو، یعنی هم یار، بسته که یار که باشی. زمان پیغمبر واژه شیعه استعمال میشد، اما نه بدون مضاف الیه. اولین واژه هم که استعمال شد شیعه عثمان بود. شیعه یعنی پیروان عثمان خلیفه سوم. بعد از او پیروان علی بن ابی طالب هم مطرح بودن مثل پیروان عثمان. بعد کم کم و مضاف الیه که حذف میشد، به علت کثرت استعمال میدونستند که این شیعه تا علی بن ابی طالب شد شیعه. و الا به زبان عربی بروید، تو هر متن تاریخی نگاه کنید، پیروان الف ب جیم دال هر کس به واژه شیعه گفته میشه. اختصاصی به شیعه ندارد، اختصاصی به ما ندارد. و بعد هم به قرآن مراجعه بکنیم، این واژه نه بار منفی دارد نه بار مثبت دارد. اگر تفرقه است، بله قرآن این رو نفی کرده. شیعن که به یعنی شیعه شیعه کردن، یعنی گروه گروه کردن، این کار درستی نیست، از هر طرفی که باشد درست نیست. اما اگر فرض بکنیم عده آمدن سخن قرآن را زیر پا گذاشتن، سخن پیامبر را زیر پا گذاشتن، اگر کسی مخالفت کرد میگن آه تو تفرقه داری ایجاد میکنی. علیکم به سواد الاعظم، نگاه به توده مردم نگاه کن. تو هر کسی که شق العصا کرد فضربو اونقو، گردنش را بزنی. این شیوه شیوه دیکتاتورها بوده، این شیوه شیوه استبدادی است. همه حکومت‌های استبدادی میگن هر که با ما نبود عامل تفرقه است، عامل فتنه است. حالا ما میام همین رو تکرار بکنیم، بگیم اگر تعدادی از مسلمانان در سطر اسلام به خلفای وقت انتقاد داشتن و صف خودشون از اونا جدا کردن، پس اینا مذموم کارشون. وقتی میخوام سخن بگیم، بگیم بسیار خوب، بنده معتقدم خلفا کار درستی کردن، پس علی بن ابی طالب و شیعیان رو اشتباه کردن. بسیار خوب، میگه تابلو زدید شما اهل سنت، ما میگیم سمعن و طاعتن، ما هم نظر شما رو قبول نداریم. اما اگه بگی نه، اسلام واقعی این است، اسلام واقعی اسلام پیامبر، بعد از پیامبر هم مسلمان ها اختلاف نظر پیدا کردن، گروهی آن گروه این پسندن، هر دو تاشون هم مسلمان هم. هیچ کدام هم نمیگیم از اسلامشان چیزی کم شد. به خود قرآن هم مراجعه بکنیم، داستان موسی رو که میخواد ذکر بکنه، اون قبطی و سبطی که میزن هازا من شیعتهی و هازا من عدوهی، یکی شیعش بود یکیش عدوهش بود، کدومش منفیه کدومش مثبته؟ خب عدو منفی شیعه موسی مثبت، کجاش ایراد داره؟ از اون سمت میریم وقت سلام علی نوح، بعد به ابراهیم که میرسد انهو من شیعتهی، ابراهیم شیعه نوحه، این بده؟ این دیگه قرآنه. بنابراین خود قرآن هم میبینیم مثبت به کار برده، منفی هم به کار برده، بسته به مضاف الیه. در واژه شیعه برخلاف بلندگوهای سلفی و وهابی هیچ بار منفی یا مثبتی نیست. در زبان عربی برمیگرده تو شیعه آل ابی سفیان باشی یا شیعه علی بن ابی طالب باشی، تفاوت در مضافونه را اصلا در واژه شیعه. بنابراین اگه ما میخوایم، حالا اون نکته اساسی که میخواستم عرض کنم این است، یک وقت ما میخوایم موازنه منفی ایجاد کنیم، میگیم نه شرعی نه غربی، این بحث خوبی بود که اون زمان مطرح میشد که آخرش هم چی شد، ولی حال توی اینجا بگیم نه سنی نه شیعه، این امر شدنی نیست، نه تاریخا نه واقعا امروزی نمیتوان. موازنه مثبت بگیم هم شیعه هم سنی، یعنی توی سنی سنی باش، توی شیعه هم شیعه باش، ولی همدیگر را بپذیریم، مدارای رفتار با همدیگر داشته باشه، به سعه صدر تحمل همدیگر داشته باشه. رضا به دنبال حذف نمادهای اهل سنت نباشیم. اهل سنت به صحابه پیامبر احترام میذارن، رضی الله عنه، به خلفا احترام میگذارن، به ام المؤمنین، ام المؤمنات، امهات مؤمنین احترام میگذارن،
ما میگیم رضی الله عنهم جمیعا. هیچ لعنه به اونها بنده تو وبسایت هم نوشتم، لعنه به احدی از اینها رو مجاز نمیدانم. مسئله کسانی که در جریان کربلا شرکت کردن جداست، اونها از آل ابی سفیان بودن، هر که دستش به خون مسلمانی به ناحق آلوده شده باشد اون مستحق لعنه است. اما دیگرانی که مستقیم در این کار نبودن مجاز نیستیم. در نوشتم هم زیرش هم امضا کرد. اما در خارج از اون، از اون سمت هم نیاییم نمادهای تشیع رو، تشیع اصیل رو که اون تشیع اعتدالی است، اینها رو به عنوان شرک و امثال ها مطرح کنیم. این شیوه، شیوه وهابیون، شیوه سلفی ها، شیوه سنی ها، شیوه اینها پسند است. با همه مسلمانان تو همه کلاس ها من ذکر کردم، صف وهابی ها از صف سنی ها جداست. سنی ها مینستریم اسلام هستن، اکثریت هم، شیعان هم در کنارشون، هر دم ارتدوکس هست. اینجوری نیست که ما بگیم شیعه اینا واژه‌ای کاملا معنی داره که بگیم سنی اسلام ارتدوکس بود، شیعه ازش منحرف شد، هترودوکس شد. بگیم نه خیر، از روز اول، از زمان پیامبر، از زمان رحلت پیامبر ما دو ارتدوکس داشتیم، سنی ارتدوکس داشتیم و شیعه ارتدوکس داشتیم. هترودوکس ها خوارج بودن، نه شیعیان، اونا بودن خروج کردن. و الا این هر دو برای خودشون دلیل داشتن. اگر قرار است اصلاح دینی صورت بگیرد، اصلاح دینی معناش حذف تشیع نیست، حذف تسنن هم نیست، به رسمیت شناختن تسنن و تشیع هر دو است. در بین هر کدام از این دروغ افراط ها فراوان است. اون کسی که فتوا میدهد ذبیحه شیعه نجس و حرام است، غلط کرده است، نمیفهمد چه میگوید. اون کسی گروه داعش و آیسیسی که مطرح میکند منافقین را دریابید، صفویان را، خراسان را، ایرانیان را، به اسرائیل هیچ کاری ندارد، اشتباه کرده است. معلوم است که اینها تو دنیای ما افراد چیزهای دیگری پشت این مسائل خوابیده. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. هیچ وقت با شیوه وهابیون نمیتوان به توحید خالص رسید. توحید ناب توحیدی است که عرفای ما، فلاسفه ما، متکلمین ما ذکر کردند. تاریخ ما پر است از این توصیف‌هایی که در مورد توحید صورت گرفته، از توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال و توحید در عبادت، از همه مهمتر توحید در عبادت. هرگز محمد ابن عبدالوهاب در این زمینه سخن نیکویی نگفته است. نمیتوان از تاریخ محمد ابن عبدالوهاب به خلوص در توحید دسترسی پیدا کرد. اون چیزی که ما را دارید، میریم تو این زمینه میخواد توحید یاد بگیرید. ببینید ملا صدرای ما چی گفته، حاج ملا هادی سبزواری ما چی گفته، سید حیدر آملی ما چی گفته. اینا هزار نکته زری باریکتر از مو اینجاست. با این شیوه ما میتوانیم هم از دینمان دفاع کنیم، هم از مذهبمان دفاع کنیم، هم احترام هم دیگر را رعایت کنیم. احترام رو عالمانه میتوان رعایت کرد. بنده همون جایی که سخنرانیام هم هست، یوتیوبش هست، کتبیش هم هست، صوتیش هم هست، اونجا ذکر کردم من برای خلفا، صحابه و امهات مؤمنین همه را با احترام رضی الله عنه میگم، اما در کنار میگم من به اونها انتقاد دارم. احترام منتقدانه، احترام منتقدانه یعنی من با هویت شیعه خودم هم احترام میذارم هم نقد. اونها هم حق دارن به من احترام بگذارن، به باورهای ما احترام بذارن، ما رو نقد کنن. نقد هیچ اشکالی ندارد، واسه شکوفایی میشود. اما قرار باشد ما حذف بکنیم یا در مقام حذف طرف مقابل باشیم، فکر بکنیم اسلام اصیل این است که ما تشیع رو حذف بکنیم، به شما بگم این سراب است، این گمراهی است، این بیراهه است. همچنانی که حذف اهل سنت هم میکنند، اونها باید باشند و خواهند بود. بحثم بحث کلامی بی پایان است، بحث فقهی بی پایان است. بذارید اونو بحثاشون رو کنم. خلاصه از قسمت اخیرم این بود، من قائل به اتحاد با موازنه مثبت هستم، یعنی هم سنی هم شیعه به هویت خودشان باقی بمانند، اما دست در دست هم رو به یک قبله نماز بکنند. نکته آخرم هم عرض کنم و عرضم تمام. ببینید در مورد عید فطر هر سال ما مشکلاتی داشتیم. این مشکل هم تاریخی است، نه با انقلاب پیش آمده. الان که وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده راحت تر فهمیده میشه. اون زمان ما فقط
از شهر خودمون اطلاع داشتیم. وقتی تلگراف و تلفن آمده بود نهایتش دو سه جا هم به هم تلفن میکردن. اما الان شما به راحتی میتونید تشخیص بدید کی کجا ما رو دیده، چه جوری دیده، عکسش هم ببینید، همه اینها رو مشخصه. این اختلافات برخی برمیگردن به اختلاف در مبانی فقهی مذاهب مختلف، برخی برمیگردد به اطلاعات علمی، اصلا ربطی به بحث فقهی هم ندارد. وقتی قرار است عید بشود، یعنی هلال ماه جدید رؤیت شود، چه ماه رمضان چه ماه شوال، باید امکان رؤیت فراهم باشد. اصلا بحث امکان علمی رؤیت فراهم باشد. امکان علمی هم نه ربطی به این مذهب دارد، نه ربطی به آن مذهب دارد. بعد امکان علمی رؤیت، رؤیت چند جور است؟ یکی رؤیت با چشم غیر مسلح به آسانی، میشه رؤیت شماره یک. یعنی هر کداممون نگاه که بکنیم به آسانی اگه ما جدید شده باشد بتونیم. نوع دوم رؤیت با چشم غیر مسلح در صورت مناسب بودن شرایط، گرد و غبار در آسمان نباشد، ابری نباشد، مانند اینها، در این صورت میشه رؤیت شماره دو. رؤیت شماره سه این است که ممکن است با چشم مسلح دیده شود، با چشم مسلح هم ممکن است با هر دو دیده شود. رؤیت شماره چهار فقط با چشم غیر مسلح، با تلسکوپ میتواند. حالا سوال این است، اون چیزی که ما داریم یک روایت است، این روایت هم متواتر است از پیامبر در کنار آیات روزه و نماز و ماه رمضان. پیامبر فرمودن هم شیعه هم سنی نقل کرده، دلش هم هیچ تردیدی نیست، فرموده پیامبر صم در رؤیه و افطر در رؤیه، یعنی با رؤیت روزه بگیرید، با رؤیت نماز افطار کنید. رؤیت یعنی رؤیت ماه، یعنی با رؤیت ماه رمضان روزه بگیرید و با رؤیت ماه هم دوباره افطار کنید، یعنی برای ماه بعدی، ماه شوال، عید فطر. اینا همه قبول داریم، هیچ کسی هم درش اختلاف نداره. بحث داره که کدام یک از چهار تا رؤیت محسوب میشه. اختلافات بخشش به چهار تا برمیگرده. اول اینکه آیا برخی گفتن اصلا ما به هیچ چیز علمی قائل نیستیم، هم تو شیعه هم تو سنی. ها مشکلی است که گفتن اصلا به علم قائل نیستن. هر چی میگی بابا این ماه اصلا امکان ندارد رؤیت بشود. من کاری ندارم. اینو هر وقت خودم تو آسمون دیدم، خودم هم باید ببینم. یا کسانی که مورد اعتماد شخص من هستن، خب یه گروهی هستن تو همه جا هستن، کاری به کارشون ندارن. اما یه عده‌ای که موازین علمی رو باور دارن میگه که خب ما امکان رؤیت داشته باشیم. بعدم شما که بالاخره پیامبر چنین فرمودن، حالا نمیخوام تنقیح منات بکنیم، بگیم منظور پیامبر از دیدن خود ماه بوده، بگیم نه دیدن موضوعیت داشته، فرض میکنیم چنین باشه. اگر دیدن موضوعیت داشته کدام میگید این چهار نوع دیدن است؟ دیدن با تلسکوپ هست، دیدن با چشم عادی است، در فضای مناسب یا در کل فضا. خب برخی مثل مفتیان سلفی و سعودی میگن هر وقت دیدنی شد ماهواره میفرستن بالا، دیگران که فرستن بالا میگن به ما بگید عکس بگیرید، هر وقت اونجا دیدید ما عمل کنید. خب اگر کسی رو باور میکنند با تلسکوپ هم قبول دارد، بعد یک راه. اما اگر میگیم اصلا مسائل عرفی، مسائل دینی همش در عرفیات نهفته است، یعنی فهم عرفی است، اگر فهم عرفی باشد رؤیت، یعنی رؤیت عرفی، رؤیت عرفی یعنی با چشم غیر مسلح، یعنی با چشم من و شما دیدیم، دیدیم، ندیدیم یا امکان دیدن با این چشم نبود، یعنی قصه حاصل نمیشه. بخشی از اینها مال این مسائل است. لذا اگر میبینید تو این زمینه بهترین راه این است که شورای تشکیل بشود از ارباب مذاهب مختلف. حالا اگه همشون تو همه دنیا نمیتونن دور هم جمع بشن، لااقل تو هر منطقه میشه این کار انجام داد، دور هم جمع بشن. اونایی که مبانیشون مختلفه نمیخوام کسی از مبناش دست برداره. تونستن همدیگه رو قانع بکنیم، طبعا نتونستیم یه اعلامیه داده میشود، میگیم که قشنگ زیرش نوشته میشه طبق این مبنا هر کسی به مذهبش عمل بکنه. اگر بتوانید، بالاخره عید فطر یه روز که بیشتر نیست، نمیشه بگیم که تو یه منطقه ماه رمضان 29 روز بوده، بریم اونورتر 30 روزه، بالاخره این ماه یا 29 روزه یا 30 روزه. بعدم نمیتونه که تو هر سال 10 سال پشت سر این ماه 29 روز باشه.
اینا رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه یه جاش گوشش گیر میکنه، لنگ میزنه. به صورت من استدلالام رو نوشتم رو سایت هم هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن، هر کسی به هر مبنای عمل کرده خدا ازش بپذیرد. هیچ بحثی نداریم که این غلط است یا آن درست است. مهم این است که شما به وظیفه شرعی خودت آنچنان که خودت پسند درست دانستی عمل کردی. منتها در نظر داشته باش من نقشش هم گذاشتم که کجا قابل رویت بوده، کجا دیده شده، کجا امکان داشته، کجاش معتبر یا نیست. ملاحظه کنید تا خودتون متوجه بشید، انشالله ذخیره‌ای برای سالهای آینده باشه که ما بتونیم حداقل در بین خودمون با اتحاد بیشتری رفتار کنیم. و قرارم نیست که چون برادران اهل سنت روزی رو انجام میدن ولو محاسبهشون، ما اطمینان داریم در محاسبه اشتباه کردن، تسامح کردن، در نظر نگرفتن محاسبه هنوز رو، بگیم چون اتحاد به هم میخوره ما مثل اونا رفتار کنیم. اگر قرار است اتحاد، باید دوتامون با همدیگه تشریک مسائل کنیم، نه که همه با من. اتحاد معناش این نیست که شما بیایید با ما پشت سر ما راه بروید تا تفرقه ایجاد نشود. اتحاد یعنی اینه که با همدیگه صحبت بکنیم، ببینیم نتیجه چه نتیجه بهتر است بگیریم، بر اون اساس کارمون رو پیش ببریم. که متاسفانه هنوز به این بلوغ نرسیدیم که این تصمیمات قبلی رو با همدیگه بگیریم. به هر حال عید سعید فطر بر همه شما مبارک باد، چه امروز چه فردا. و سلام علیکم.